درود، مهدی هستم با یک ویدیو دیگه در مورد پیپ و توتون در خدمتتون هستم. اگر برای اولین باری که دارید ویدیو منو میبینید، فقط کافیه که روی دکمه سابسکرایب که این زیر میاد کلیک کنید و اون زنگوله رو بزنید، هر موقع ویدیو در مورد پیپ و توتون منتشر کردم مطلع بشید. تو این ویدیو میخوام یک توتون جدید دیگر با هم بررسی بکنیم، یک توتون از کمپانی ساموئل گاوید، توتونی که دوستش دارم، بلند تایپش انگلیشه، محبوب لاتاکیام داره. خب دو تا آپشن های خوبی داره که من دوست دارم و کمپانی ساموئل گاوید هم هست که دیگه یکی از برند های خوب توتون هستش. توتون پرفکشن هستش که امروز میخوام این توتون رو بررسی بکنیم و لذت ببریم، هم پیپمون رو بکشیم هم توتون رو بررسی بکنیم، هم اگر نکته آموزشی یادم اومد در حین اسموک بهتون میگم. مخصوصا اون تکنیک تنفس اون یا اون بلفی متد رو که خیلی ها گفته بودن تو ویدیوتون که توضیح میدید، خیلی برامو بیشتر جا میافته تو هر سری که دارید ویدیو تولید میکنید و دارید هر سری که دارید به ما میگید و یادآوری میکنید، برای ما بهتر جا میافته این موضوع، این تکنیک، و میتونید تمتون رو بهتر بگیرید. خب من طبق معمول چاین لایت هم زدم و الان میخوام فرست لایت هم بزنم. اگر مشخص باشه تمامی سطح توتون گرفته و اگر دوست داشتید میتونید یه ذره با این ابزار، حالا فارسیش میشه کوبه فکر کنم، همینجور که گفتم این یه توتون بلند تایپش انگلیشه و لاتاکیا هم داره. شاید خیلیاتون بگید، بپرسید لاتاکیا چه طعمی میده. مثلا من تو ویدیوام خیلی میگم من این توتون رو دوست دارم چون لاتاکیا داره. شاید شما لاتاکیا رو دوست داشتید، اون طعمها دوست دارید، ولی نمیدونید لاتاکیا چیه، طعم لاتاکیا چیه. طعم لاتاکیا نکن تعابیر مختلفی ازش شده، به طعم روستا تشبیه شده، به طعم هیزومی که داره در حال سوختن تشبیه شده، به طعم بوی حاصل از سوزاندن فضولات حیوانی تشبیه شده. در اصل لاتاکیا های توتون رو دودی میکنند به وسیله با سوزاندن یک سری توتون رو، وقتی برگاش رو پهن میکنند تو حالت تو هر جایی تو این هم به صورت اتفاق بهش رسیده، نه اینکه بگید فرمولی داشته، نه، وقتی برگاش رو پهن میکنند جایی این توتون باید دودیش میکنند. این دودی ممکنه با سوزاندن فضولات حیوانی باشه، با سوزاندن چوب باشه که این طعم رو به لاتاکیا میده. پس طعم لاتاکیا رو میتونید تشبیه کنید به طعم روستا، بوی حاصل از سوختن فضولات حیوانی و یا یک شومینه هیزومی که سوش هیزوم انداخید و دودی که از اون حاصل میشه، اون طعم لاتاکیا رو تداعی میکنه. به خاطر این من این طعم خیلی دوست دارم، جز طعمای محبوب منه. پس از این بعد که میگم تو طول لاتاکیا داره، یعنی این طعم ما ازش میگیریم. بعضی موقع که در اصلا قوطی یا در تین یا در جار باز میکنید بو میکنید، اون بوی روستا میزنه تو مشام. این توتون ویرجینیا هم داره، لاتاکیا هم داره و ترکیش هم داره، ولی لاتاکیاش توش خیلی مشهوده.
یعنی اول کار طعم لاتاکیا رو میشه گرفت، انقدر این طعم بلده تو این توتون. این توتون با وانیل تمدهی شده، ولی همچنان من نتونستم تا این لحظه بگیرم. ممکنه دوباره مثل خیلی از توتونهای دیگه در وسط اسموک در یک سوم انتهای کاسه اون طعم وانیلا و یا اون طعم ویرجینیا شو من بتونم در بیارم از توش. من طبق معمول که قیمت توتونا رو میگم، اینم یک قوطی 50 گرمی شو حدودا $130 پول دادم بابتش، $130 استرالیا. از نظر دستبندی این توتون که مثلا ملایمه یا سنگینه یا متوسطه، اینو بذارید آخر ویدیو میگم، بذارید بکشم تا آخر، میتونم اون موقع میتونم قضاوت بهتری داشته باشم. ولی همینجوری که قبلا هم گفتم، توتونای برند ساموئل توتونای با کیفیتی هستن. برفینگ متد رو یه بار دیگه من میرم، یا همون تکنیک تنفس. دفعه اول نفس رو میکشید، حبس میکنید، میدید بیرون. دفعه دوم نفس میکشید، یعنی دم میکنید، دم و بازدم که میگن، دم بازدمتون خیلی آروم و ملو از داخل این یک پوفی میکنید، این بیاد از اینجا رد بشه. زیاد پوف نکنه که تمام خاک سرپخش بشه، خیلی آروم و ملو اینجوری، دیدید این پوف. و دفعه سوم دوباره دم، اون دم صفحه سوم چه ساکشنه، یعنی دارید پک میزنید، اسموک میکنید، ساکشن انجام میدید از بینی و از دهان، اینجوری طعم واقعی توتون رو متوجه میشید. اولش ممکنه نیاز به تمرکز داشته باشه، مثلا به قول روانشناسا 21 روز اول، ولی بعدش دیگه میشه جزء قوانین ضمیر ناخودآگاه میشینه، میشین رو ضمیر ناخودآگاهتون و به صورت ناخودآگاه دیگه انجام میدید، دیگه تمرکز نمی کنید. یک، الان چیکار کنم؟ دو، فکر کنم چیکار کنم؟ سه، آها از کاسه بدم بیرون یا از دهن بدم بیرون. دیگه بعد از 21 بار انجام دادن میشینه رو ضمیر ناخودآگاهتون و به صورت بدون که بشموری تمرکز کنید انجام خواهید داد. طبق معمول من نوشیدنی کنار پیپ میخورم، امروز هم یک قهوه کاپوچینو در اصل. من کاپوچینو بیشتر ترجیح میدم تا لاته، به خاطر اون کف روش خیلی دوست دارم. الان تقریبا یه مقدار که از اسمو گذشته، طعم لاتاکیا خیلی ذره کمتر از اولش شده. و کم کم طعم ویرجینیا داره در میاد.
اول لاتاکیا خیلی بولد بود، میشه گفت شروع کاسه لاتاکیا خیلی بولد بود. وقتی کاسه به نصف رسید ویرجینیاش بولد تر شده، محسوس تر شده. بله، حالا باید ببینیم یک سوم امتحانی کاسه چه طعمی بولتر میشه. منظور از بولتر یعنی پررنگتر میشه، بیشتر ما احساس میکنیم. میدونید که دود پیپم نباید داخل بدید، اینو میدونم که میدونید، برای یادآوری گفتم، چون خیلی از مبتدی ها و تازه کارا که ویدیوهای منو میبینن این قضیه رو نمیدونن. این پیپ که این پیپ هم بذار معرفی کنم حالا که دارم اسموک میکنم. به این پیپ میگن بنت بیلیارد بهش میگن، و خیلی پیپ خوب و کاسه خیلی خوبی داری. از این کاسه هاست، کاسه پیپ حداقل قطر 20 که گفتم و عمق مثلا 40 میلیمتر که اسمو که خوبی میتونم ازش بگیرم. این از چوب برایر هست، استمش اکرولیک هست، فیلتر خور هست و طبق معمول من فیلتر نذاشتم. فیلتر 9 میلیمتر میخوره که باز کنم نشونتون بدم که من هیچ فیلتری داخل این نذاشتم. وقتی شما آروم اسموک میکنید و چوبتون هم جذب رطوبت بالایی داره و شنک هم رطوبت رو جذب میکنه، دیگه آروم هم که اسموک میکنید چوبتون هم که جذبش بالاست، دیگه شیره داخل دهن نمیاد و به خاطر همین فیلتر هم استفاده نمی کنم و طعم واقعی توتون رو بهتر فکر میکنم میگیرم. این نظر شخصی منه. نهایتا هم اگر یه شیره یا قطران اینجا جمع بشه و پی پی به یه قلقل بیفته، یه نخ نظافت از اینجا، الان نخ نظافت رو میز اینجا بشم نیست، از اینجا میکنم داخل، یه نخ نظافت در حین اسموک میکشم بیرون، اون قسمت خیسی که اینجا خیس شده رو اون نخه جذب میکنه به همین راحتی و دیگه اذیت نمیشه اسموک، اذیت نمیکنه. حالا من بخاطر که ویدیو طولانی نشه طبق معمول پاز میزنم. وقتی رسیدم به یک سوم امتحای کاسه یه به جنبندی میرسم و نتیجه گیری میکنم، ولی تا اکنون هنوز ویرجینیا الان بعد از اینکه لاتاکیاش که گفتم تموم شد به نصف کاسه که رسیده، طعم ویرجینیا الان خیلی مشخص تر هستش. میریم برمیگردیم. خب به انتهای یک سوم انتهای کاسه رسیدم. من طعم لاتاکیا میاد ولی خیلی کمتر، طعم ویرجینیا میاد، گهگداری لاتاکیا بولد میشد تو این مسیر تا به یک سوم برسم، گهگداری ویرجینیا بولد میشد. قرار بود درجه یه سنگینیش رو بگم، در متوسطه، توتون متوسطه، توتون سنگینی نیست. این توتون نمره خوبی گرفته و میگیر از نظر من نمرهش از 4-3 به بالاه. خیلی خوب میسوزه، خیلی خوب خوش اسموکه، توتون خوبیه، کیفیت بالایی داره. ولی اونا که انگلیش تایپ انگلیش دوست دارن و لاتاکیام دوست دارن توتون خیلی خوبیه.
بله یک کاسه تقریبا آخرای کاسه است و همچنان طعم لاتاکیا و طعم ویرجینیا میاد. من فکر کنم دیگه آخرین لایت هم بزنم، لس لایت میشه به احتمال زیاد دیگه، چون دیگه چیزی نمونده آخرش. ببینم اصلا چی جوری الان همچنان لاتاکیا رو من احساس میکنم. بله واقعا دوتون خوبیه، همینجوری گفتن نمبر 3 به بالا، حتی میتونه 4 هم باشه از 4. امیدوارم که از تماشای این ویدیو هم لذت برده باشید. هر گونه سوال، نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارید زیر همین ویدیو کامنت بذارید. به تک تک کامنت ها جواب میدم. تا ویدیو بعدی به امید دیدار. See you later.